سرخط خبرها، ریاست عمومی پاسپورت اعلام کرد که پس از این عریضه های ورقی باطل و عریضه های آنلاین مورد تایید قرار می گیرد. همچنان استقبال طالبان از صحبت های تازه ولادیمیر پوتین در مورد حکومت همشمول، انفجار در تخار کشته و زخمی بر جای گذاشته است، اخطار تازه روسیه به آمریکا و اوکراین که شوکه خواهد شد، و در ادامه هزاران مسافر برای سفر به ایران و مرز اسلام قلعه هجوم بردند. اکمالات تازه لوجستیکی به جبهه مقاومت ملی در پنجشه، این کمک ها از چی قرار است؟ سلام و کانال ما خوش آمدید. ریاست عمومی پاسپورت: سر از فردا پاسپورت در مرکز تنها از طریق فرم آنلاین توزیع می شود. عالمگل حقانی رئیس عمومی پاسپورت حکومت سرپرست طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از ازدحام و تکلیف مردم، پس از این توزیع پاسپورت تنها از طریق فرم آنلاین صورت می گیرد. انام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان روز جمعه 30 جدی به نقل آقای حقانی تصریح کرده است که وبسایت ریاست عمومی پاسپورت باز است و متقاضیان می توانند فرم آنلاین پاسپورت را از این طریق خانه پوری کنند. با تاکید کرده است که پس از این عرایض ورقی و سفارش خط پذیرفتنی نیست و این ریاست تنها به دارندگان فرم آنلاین حکم توزیع پاسپورت را صادر می کند. قرار است که این روند سر از فردا تطبیق شود و از مراجعه کنندگان خواسته شده است که مطابق این پالیسی رفتار کنند و اگر نه وقتشان ضایع خواهد شد. پیش از این ریاست عمومی پاسپورت حکومت سرپرست طالبان بر رویت عریضه متقاضیان نیز حکم پاسپورت صادر میکرد که سبب ازدحام شده بود. این ریاست پیشتر اعلام کرد که باشندگان هر ولایت برای دریافت پاسپورت تنها به ماموریت پاسپورت همان ولایت مراجعه کنند و همچنان روزانه تنها 500 تن میتواند فرم پاسپورت را در مرکز خانه پوری کند. خبر بعدی: استقبال طالبان از صحبت‌های ولادیمیر پوتین. طالبان از سخنان رئیس جمهور روسیه استقبال کرده است. با گزارش سپوتنیک، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش نوشته است که این گروه از سخنان رئیس جمهور پوتین در خصوص اهانت و پیامبر مسلمانان استقبال می‌کند. در ادامه نوشته و آمده است که این گروه همچنان از سخنان آقای پوتین در خصوص به رسم شناختن و آزادی سازی ذخایر مالی افغانستان نیز استقبال می کنند. قابل ذکر است که روز گذشته ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری پایان سال خود و سوال خبرنگار سپوتنیک در این خصوص اوضاع افغانستان گفت: من مایلم روابط روسیه و افغانستان را بهترین شکل ممکن توسعه یابد. رئیس جمهور روسیه همچنان در این صحبت روی آزادسازی ذخایر مالی افغانستان، ایجاد دولت فراگیر و ورود عناصر افراطی از خاک افغانستان و کشورهای آسیای میانه که با روسیه هم مرز است نیز اشاره نمود. خبر بعدی: در انفجار ماین در تخار دو کودک جان باختند و دو تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی در تخار میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین در تخار دو کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد روز جمعه 4 جدی در روستای جرباشی از مربوطات ولایت ینگی قلعه تخار رخ داده است. یک منبع گفته است که این ماین از جنگ‌های اخیر در بالاسوالی ینگی قلعه به جا مانده بود. مسئولان محلی تا حال در مورد این رویداد چیزی نگفتند. گفتنی است که چند پیش نیز 5 کودک در اثر انفجار یک ماین در مرکز شهر تخار کشته شدند. خبر بعدی: روسیه از آزمایش مافوق سیستم مافوق صوت زیرکن خبر داد. رئیس جمهور روسیه از آزمایش موفقیت آمیز سامانه موشکی مافوق صوت زیرکن خبر داد. با گزارش سپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آزمایش موفق و بدون نقص سامانه موشکی مافوق صوت زیرکن خبر داد. رئیس جمهور در نشست مشترک شورای دولتی و شورای علمی گفت: صبح امروز سیستم موشکی مافوق صوت زیرکن آزمایش شد. این جدیدترین موشک ماست که در دریا علیه اهداف دریایی و زمینی کاربرد دارد. آزمایش با موفقیت و بدون نقص انجام شد. این یک رویداد بزرگ در زندگی روسیه و گام مهم در ارتقای امنیت و افزایش توان دفاعی کشور است.
آقای پوتین همچنین به تیم‌هایی که بر روی سیستم موفق ساوت زیرکن کار کرده اند تبریک گفته و صمیمانه‌ترین کلمات را به توصیه دهندگان مهندسان و طراحان آن ابلاغ کرد. خبر بعدی تازه و فوری. دیروز یک محموله از لباس‌های نظامی زمستانی مجهز با تمام تجهیزات با مبارزین جبهه مقاومت ملی رسید که با تعداد 850 مقاومتگر بنشیر و اندرابها از آن مستفید شدند. آن قریب محموله دیگری برای بقیه مجاهدین در سنگر نیز در نظر گرفته شده است. پس اکمال جبهه پنشیر و اندرابها، قرارگاه های بقیه ولایت نیز اکمال و تجهیز و فعال خواهد شد. این در حالی هست که مطلب بی نهایت مهم گرفته شده از برگه نسل نو مقاومت. هرگاه حزب جمعیت و یا جنبش از راه انتحار و انفجار تحت نام جهاد بر افغانستان حاکم می شد و پرچم تنظیم خویش را بر فراز ارگ می کوبید، مخالفین خویش را تیرباران، کادرهای سایر اقوام را سبکدوش و در قندهار و هلمند مرسلات اداری را به لسان ازبکی تحمیل می کردن، منازل و جایدادهای سران سیاسی را غصب و مقبره احمد شاه مسعود را تخریب و مقدسات ملی و فرهنگی بی حرمتی می کردن. در همچون شرایط واکنش و عملکرد سران سیاسی و اکادمیک پشتون‌ها و صدها ملاها و مفتی دیگر چی خواهد بود؟ به یقین میتوان گفت اینها برای یک روز هم همچون حکومت و نظام را نمیپذیرفتند و زن و مرد در قبال همچون ظلم و استبداد میایستادند. ولی طالبها سکوت و خاموشی تاجکها، هزارها، ازبکها و سایر اقوام را تسلیمی فکر میکنند. حکومت‌های استبداد و تقاومی در افغانستان بقا ندارد و در صورت عدم مشارکت سیاسی تفاهم زوال و نابودی آن نزدیک است. خبر بعدی، فاجعه در اسلام قلعه. هزاران مسافر برای سفر به ایران و مرز اسلام قلعه هجوم بردند. منابع مردمی در هرات میگویند که با دنبال نشر اعلامیه مسدود شدن گذرگاه های مرزی ایران و افغانستان، از بامداد جمعه هزاران مسافر برای عبور از مرز به اسلام قلعه هجوم بردند. شمار از مسافران در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که هزاران مسافر به شمول زنان، کودکان و افراد کهنسال چندین ساعت در صف‌های طولانی برای عبور از گذرگاه‌های مرزی انتظار کشیدند. برخی منابع مردمی ادعا دارند که شماری از مسافران به دلیل شلوغی و ازدحام در مسیرهای خروج مرز افغانستان و ورودی مرز ایران زخم برداشتند و از سوی تیم‌های پزشکی مداوا شدند. بر روایت مسافران، هزاران نفر به دلیل پایان وقت رسمی نتوانستند از مرز عبور کنند و در شهرک مرزی اسلام قلعه منتظر هستند تا صبح یعنی شنبه در صورت باز شدن مرز وارد خاک ایران شوند. تا کنون مشخص نیست که آیا مرزداری ایران به افرادی که پشت مرز گیر ماندند اجازه عبور میدهد یا خیر. مقام های محلی طالبان در هرات نیست تا کنون در این پیوند به این مسئله چیزی نگفتند.